بچه ها وقتی که یه دردی تو زندگیمون میاد من دیدم بعضی ها مثلا حرفای کلیشه‌ای بهمون میزنن. نمیدونم برای زندگی شما اتفاق افتاده یا من توی یه دردی رنجی هستی با طرف میرسه بهت اون عزیز حالا نمیدونم میخواد کمک بکنه یا نمیخواد کمک کنه یا بلد نیست کمک کنه میرسه حرفای کلیشه‌ای میزنه میگه اولین یکی از چیزایی که اولین بار من باش مواجه شدم و باعث اتفاقا رنج و درد بیشتر میشد این بود که تو زندگی چه کار خلافی کردی اونو بگو کار خلافه رو بگو که ببینم چه گناهی کردی چه اشتباهی کردی که خدا حالا داره تنبیه میکنه یا یه چیزی که تو فرهنگ ما خیلی خیلی اشتباه هستش که میگه چوب خدا صدا واقعا خیلی عجیبه و میخواد کمک بکنه میاد کنار تو قرار میگیره و به جای اینکه کمک میکنه به دردهای تو دردی بر درد تو اضافه میکنه به خاطر گناهان تو بوده. آدم روحانی به اندازه کافی نیستی، به اندازه کافی دعا نکردی، خدا میخواد تو رو تنبیه کنه به خاطر گناهان جد آبادت بوده. همون اتفاقی که توی در واقع یوحنا فصل 9 داره میفته دیگه، اون شخص نابینا رو مسیح با شاگردان رد میشن میبینن شاگردا شروع میکنن با صحبت کردن که این به خاطر مسیح این ما میدونیم چرا نابیناه یا خود گناهان خودشه یا پدر مادرش، بالاخره یکی این وسط یک کار خلافی کرده، خدا منتظر یکی اشتباه بکنه و یا موچشو بگیره یا بزنه نابیناش بکنه. یکی از چیزایی که واقعا درد رو به این جهان اضافه میکنه برعکس اون چیزی که خدا داره میگه و فکر میکنه. خدا در کلامش به ما بارها ثابت کرده، نه فقط کلامش، تو زندگی های شخصیمون، که عیسی مسیح نسبت به دردهای ما بی تفاوت نیست و نخواهد بود. او به روش‌های خودش وارد دردها و رنج‌های زندگی ما میشه و کار خودش رو شروع میکنه و کاری که شروع کرده رو به اتمام میرسونه، به کمال میرسونه. سوال من اینه که ما چقدر میتونیم توی این قسمت باش همکاری بکنیم؟ جایگاه خدا رو میدونیم، جایگاه خودمون رو بشناسیم و با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم. میتونیم به داوود اشاره بکنیم، به داوود پادشاه که خب شخصیت بسیار شناخته شده از دو کتاب مقدس که من واقعا کلامو جلوی بر میدارم چون خودم آدمی نبودم که از اول تحمل داشته باشم و واقعا بتونم، واقعا مسیح به من کمک کرد که هنوزم باهاش دست و پنجه نرم میکنم. ولی تو زندگی داوود اگه نگاه بکنیم نه تنها از قوم خودش بلکه از شاول و خیلی کسای دیگه مورد آزار و اذیت قرار گرفت و رنج کشید تا حدی که واقعا به خاطر اینکه بتونه این رنج رو تحمل بکنه و به کسی صدمه ای نزنه، به کسی بروز نده، به قول خودمون نمک تو زخم کسی نباشه، خاطر تحملی که خدا بهش داده و خدا درش کار کرده و حتی سر به بیابان گذاشت و میتونست حتی به اون موقعیت رسید که بتونه حالا اینجوری بگیم حال شاول هم خوب بگیره، ولی گفتش که من نمیخوام، به خاطر اینکه رابطه خوبی که با خدا داشت، محبتی که خدا درش گذاشته بود، اون قدوسیتی که خدا بهش داده بود، و گفتش که این با اینکه من پادشاه هستم اینجوری میگه که خدا من به او گفت مرا داد فرمود ولی خود داور است و گفتش که من اجازه نمیدم به خودم که بخوام داوری کنم به این شخص و قدوسیت خدا رو زیر سوال ببرم و گذاشت واقعا خدا کار کنه. و همین داوود میبینیم که تو کتاب مقدس چه سرودهایی نوشته، چه کلماتی گفته، یعنی واقعا پای اساس اصلا پرستشامونه، پای اساس پرستشای ماست و این میشه گفت تحمله، اون تحملی که خدا بهش داد، یعنی واقعا با صبوری و تحملی که خدا بهش داد داوود از چه آتیش‌های خدا عبور داد داوود رو با بی احترامی نکردن. چقدر قشنگ و چقدر مثال خوبیه که ما توی دردها و رنجامون عکس العمل‌های بد نشون ندیم که بعداً ازش پشیمون بشیم. میتونیم تحمل بکنیم، صبوری بکنیم. میدونم سخته برای همه ما تجربه‌های، حالا چه توی ادامه برنامه بتونیم اما تجربیات زندگیمون صحبت بکنیم، ولی چقدر خوبه آدم بتونه تو اون لحظات حساس به خدا اعتماد بکنه. یه بخشی رو که من میخواستم بهش اشاره کنم تو این قسمت اینه که یه کتاب من اخیراً خوندم، توی این کتاب به یه نکته اشاره میکنه که ما هممون توی زندگی هامون، همه که حالا نه، اکثرانمون تو زندگی هامون یه سری بخش ها رو داریم که انقدر به نظر خودمون تاریک، عمیق و بدن که تو اون قسمت‌ها بیشتر از همیشه شرمساریم و اینکه دلمون نمیخواد این قسمت‌ها رو به بقیه نشون بدیم.
و اینا مثل یک غده های چرکی میشن توی وجود ما که با کوچکترین اشاره ممکنه ما رو به اون خاطره یا اون به اون چیز پرت کنه و این سر باز میکنه و درد کل بدن ما رو وجود میگیره. نه. درد کل بدن ما رو در بر میگیره. و فکر میکنیم حتی، یعنی باور اشتباه اینه که دست خدا به اون قسمت ها نمیرسه یا حتی بدتر از اون، خدا هم دلش نمیخواد اون قسمت ها رو شفا بده. اما خبر خوبی که هست اینه که مسیح اتفاقا تنها کسی هست که برای همون قسمت ها اومده و توی اون قسمت ها قشنگتر اینه، ما رو بیشتر از همه جا دوست داره، چون که میدونه که ما تو اون قسمت ها بیشتر از همه جا بهش نیاز داریم و تنها کسی هست که میتونه اونا رو شفا بده و باعث بشه که ما از اون دردی که داریم آزاد بشیم. دقیقاً همونطور که شما اشاره کردین که یه جمله خیلی قشنگی گفتین که خدا کاری که شروع کردن میخواد به پایان برسونه. و مثالی هم که مریم زد که واقعا خدا توی رنج‌ها و دردهای ما هستش، که در کنار ما هستش، اونجا اون نقطه زمانیه که خدا میاد کنارمون وای میسته و از آن محافظت میکنه. تو اشعیا 43:1-2 میگه که من ترسی رو من تو رو فدیه دادم و تو رو به نام خواندم، پس از آن من هستی، چون از آبها بگذری با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور کنی تو را فرو نخواهند گرفت، چون از میان آتش روی نخواهی سوخت و شعله‌اش تو را نخواهد سوزانید. یه مثالی که واسه این موضوع تو ذهنم میادش راجع به داستان یوسف هست که خب ما میدونیم که برادرانش، یعنی در واقع نزدیکترین افراد به یوسف، اونو توی چاه انداختن به خاطر حسادتشون و میخواستن که اونو در واقع بکشن. یعنی موضوعی که توی قسمت قبلی هم بهش اشاره کردن راجع به رنجش ها، در واقع یوسف از نزدیکترین افرادش رنجیده شد. علاوه بر اون، حالا بعد از اینکه یوسف از تو چاه نجات پیدا کرد وارد مصر شدش و اونجا برده شدش و در واقع اون رنج ها و درد ها همینطوری افزایش پیدا میکردن. جلوتر که بریم میبینیم که یوسف به شخص اول مصر تبدیل میشه و به خاطر به این جایگاهی که میرسه باعث میشه که بتونه 7 سال قحطی رو بتونه کنترل بکنه و حتی تونست همون برادرهایی که میخواستن اینو بکشن هم بهشون کمک کنه تا اینکه اونا هم بتونن تو این دوران سخت بتونن دووم بیارن. دووم میبینیم که خدا چطوری از این درد و رنج ها استفاده میکنه تا اون نقشش رو در واقع عملی بکنه، تا ما رو به اون جایگاهی که باید برسونه. در واقع حتی شیطان هم نمیتونه مانع عملی شدن نقشه خدا تو زندگی ما بشه. دقیقاً. در واقع اینطور که مثلا از صحبت ها من میتونم در واقع این رو بگم که همونطور که هر شکست میتونه مقدمه پیروزی باشه، در واقع هر رنج میتونه مقدمه آزادی باشه. یه مثالی هستش از زنی که در واقع زنا کرده بود در کتاب مقدس در باب 8 انجیل یوحنا، که در واقع اون زن با اون گناهی که کرده بود هم به خودش به خودش رنج و آسیب رسونده بود، هم در واقع دوچار رنج شده بود، هم دیگران که میخواستن اون رو سنگسار کنن موجبات رنجش اون رو فراهم کرده بودن. اما خداوند در واقع با کلامش وقتی که میرن و نظر عیسی رو میپرسن و میگن که خب ما با این زن چیکار کنیم، نظر تو چی هست، و او میگه که او در واقع حکم نمیکنه و میگه که اولین سنگ رو کسی بزنه که خودش گناه کرده، خودش گناه نکرده، یعنی هیچ گناهی نکرده، اون شخص اولین سنگ رو بزنه. و همه متوجه میشن که در واقع خب همه گناهکار هستن و در واقع با اون کلامش اون آزادی رو، اون نجات رو برای اون زن فراهم میکنه. بچه من میخوام بیه در واقع از رومیان فصل 5 آیه 3 بخونم. سیبا میگه، پولس اینطور میگه، میگه نه تنها این، بلکه در سختی ها نیز فخر میکنیم، زیرا میدانیم که سختی ها بردباری به بار میآورد و بردباری شخصیت رو میسازد و شخصیت سبب امید میگردد. به این امید
به سرافکندگی ما نمی انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح القدس ما بخشیده شد و در دلهای ما ریخته شده. چه نگاه قشنگی کتاب مقدس ما میده که از این سختی ها و درد ها و رنج هایی که تو زندگیمون هست میتونیم از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنیم که خدا در کنار ما هست توی این درد ها و رنج ها و داره به ما کمک میکنه که ناامیدیمون رو به امید تبدیل بکنه، شکست هامون رو به پیروزی تبدیل بکنه و بردباری به ما ببخشه. یاد بگیریم که چقدر میتونیم صبور باشیم، چقدر شخصیت ما میتونه توی این پروسه شکل بگیره، جلو بره و چقدر نیاز داریم به این که ما شخصیت‌های در واقع مستحکمی باشیم برای ادامه مسیر، چرا که خدا میدونه که ما برای ادامه مسیر نیاز داریم برای اینکه شخصیت ما کامل بشه، ما فرم بگیریم و قوی‌تر و محکم‌تر بتونیم بیستیم. در واقع چقدر خوب میشه که بچه ها امروز در مورد این موضوع هم صحبت بکنیم که ما چطور میتونیم حتی به دیگران کمک بکنیم. این چیزی رو که دریافت کردیم از خدا در عبور از دردها و رنج هامون، حالا ما چطور میتونیم به دیگران کمک بکنیم؟ به جای اینکه حرفای کلیشه‌ای بهشون بزنیم، بریم کنارشون بشینیم بگیم که آقا تو اشتباه کردی، این کارو کردی، نباید این کارو میکردی، سرزنششون بکنیم، محکومشون بکنیم یا حس انتقام و تلخی بهشون ببخشیم، کمکشون بکنیم برای اینکه بگیم ببین عزیز، منم مثل تو توی این موقعیت بودم، خدا به من کمک کرد و من رو اینطوری عبور داد، او به راه و روش خودش این کارو انجام خواهد داد، حالا من میخوام کمک بکنم به تو که تو بری به دیگری کمک بکن. این راه خداست، روش های خدا اینطوری روی زمین اینطوری کار میکنه، از من و شما استفاده میکنه و عزیزانی که بچه هایی که دارن ما رو تماشا میکنن، از ما استفاده میکنه برای اینکه جهانمون رو زیبا بکنه، از ما استفاده میکنه برای اینکه دنیای قشنگتری بسازیم، ایرانمون رو آزاد بکنیم، از ما استفاده میکنه برای اینکه کنار همدیگه بتونیم در واقع به سمت اون هدف عالی و مقدس و زیبایی که برای ما طراحی کرده بریم. و خوب میشه که توی این برنامه هم در مورد اینم صحبت بکنیم که در واقع تجربیاتمون چطور میتونیم به دیگران کمک بکنیم برای شفا از دردها. همونطور که گفتیم درد و رنج میتونه علتهای مختلفی داشته باشه، میتونه خیلی از این دردها به خاطر تصمیمات اشتباه خودمون باشه، به خاطر بیمسئولیتهای خودمون باشه، به خاطر اصلا راه و روشی که انتخاب کردیم، یا اصلا میتونه دیگران باشن که این درد و رنج رو به زندگی ما وارد کرده باشن. من عزیزانی میشناختم به من میگفتن که من اصلا دوست نداشتم توی این خانواده، توی همچین موقعیتی، توی این کشور به دنیا بیام. نمیدونم، یه عزیزی بود میگفت که تو اگه بهترین راننده دنیا باشی و هیچ وقت به کسی آسیب نزنی و به ماشین کسی نزنی، بالاخره یکی هست که بیاد بزنه بهت، بالاخره دیگری هستش که بیاد آسیب بزنه. خیلی ها به خاطر اشتباهات دیگران، تصمیمات اشتباه دیگران، خانواده ها، موقعیت جغرافیایی، نمیدونم، خیلی چیزهای دیگه باعث میشه که درد و رنج وارد میشه، به خاطر بلاهای طبیعی ممکنه باشه، سیل، زلزله، خیلی چیزای دیگه، شریر، شرارت میتونه باعث درد و رنج بشه. ولی در پس تمام اینها اون چیزی که برای ما مهم هستش و میخوایم روش تاکید بکنیم اینه که خدا نسبت به درد و رنج ما بی‌تفاوت نیست. مسیح انقدر درد و رنج ما براش مهم بود و هست و خواهد بود که به خاطر ما حاضر شد درد و رنج رو تحمل بکنه. یه نویسنده مسیحی این رو خوب میگفت، اگه اشتباه نکنم آلمانی بودن ایشون، که توی همین در واقع زمانی که نازی‌ها سر کار بودن توی آلمان میگیرن اینو و توی زندان بوده و آخرام اعدامش میکنن. قشنگ میگه خدایی که نتونه درد و رنج رو
تحمل بکنه، خدایی که نتونه درد و رنج رو حس بکنه و درد بکشه، اصلا نمیتونه خدا باشه. و این فقط در مسیح که این اتفاق میفته، خدایی که درد و رنج رو حس میکنه به اون بود انسانی خودش و میخواد اتفاقا بگه که چون من این درد رو فهمیدم، درک میکنم، من میتونم با تو همدردی بکنم، من میتونم کنار تو باشم، من بی تفاوت نیستم، کنار تو هستم، با تو هستم. حتما با هم دیگه وقتی صحبت خواهیم کرد، من یه قسمتی از زندگیمو میخوام تعریف بکنم، ولی دوست دارم اول از شما بشنوم. خب میتونیم، من اینجا همو دارش یه حالت شهادتم هست از زندگی خودم بگم، چون خیلی خوب اون شب اون روز هنوز یادمه. من یه شباهتی زندگیم داره به مثلا داستان پسر گم شده، میتونیم اینجوری بگم که یه مدتی من، خب خانواده‌ام با مسیح بزرگ شدیم و خب خیلی چیزا رو تعلیم دیدیم، ولی خب بعد یه مدت که من خودم مستقل شدم، دستمو اونجوری خیلی کوتاه بگم، دستمو از دست خدا درآوردم و برای خودم احساس مستقلی بیشتر از حد کردم و این باعث شد که با اینکه بدونی که خودم متوجه بشم، و این دقیقاً زیرکی شیطانه که باید خیلی حواسمون باشه، درهایی رو باز کردم که خودم باعثش شدم، بخاطر اینکه از خدا دور شدم و قهر کردم، حتی اونو من کردم و کاملاً اصلا باش هیچ کاری نمیخواستم دیگه داشته باشم، و اون باعث شد که یواش یواش زندگی من به سمت‌های تاریکی بره. و این تاریکی رو نه تنها من در خونه خودم یا اطرافم حس می‌کردم، بلکه درون خودم هم حس می‌کردم. این روی صورت من تاثیر گذاشته بود، چشهای من، قیافم، حالتم، پرخاشگریم، مصرف نوشیدنی الکلی یا کارهای دیگه، بی‌تفاوت شدن نسبت به تمام اطرافیانم، زندگیم، آیا کسی از من میرنجه، آیا کسی از من نمیرنجه، اصلا دیگه اصلا من احسان نبودم، احسانی که همیشه میخندید، همیشه واقعا محبت داشت، ولی زبونم واقعا که هنوزم میگم با این موضوع باز هم دست و پنجه نرم می‌کنیم، چون خیلی واقعا باید تلاش کنیم، زبونم این شمشیر برنده و سم مار اذیت میکرد، آدم ها رو خیلی از خودم میننجونه، و این باعث شد که از همه چیز ناراحت بشم، بی تفاوت بشم، روی کار من، روی زندگی من، روی خونه من، روی تمام چیز، حتی پول من، همه چیز داشتم از دست میدادم. و تو یکی از همون شبها که واقعا تمام چراغای خونم خاموش بود، من احساس سنگینی بسیار زیادی رو کردم و مجبب اصلا حالا من واقعا به قاعده نبود، و این شد که من دقیقا یادم نمیره، یک دفعه یک بغضی در من ترکید و تا اون موقع من هیچ وقت نگفته بودم مسیح منو کمک کن. گفتم قهر بودم و اون شب رو هیچ وقت من یادم نمیره که چجوری به زانو افتادم، بغضم ترکید با صدای بلند، و الانم خیلی میگم جلو خودم باید بگیرم، چون واقعا شب هم خوبی بود هم خیلی دوران بدی بود، سرم رو زمین گذاشتم و من عربده میکشیدم از این دردهایی که تو من بود، و گفتم مسیح منو ببخش و به من کمک کن. و اون باعث شد که دقیقاً از همون روز، از روز بعد، حال من یواش یواش، میگم این پروسه طولانی تر بود، من مشاوره گرفتم از مسئولان روحانی، دوباره به سمت خدا برگشتم، کرم و اینها، ولی میخواستم بگم که خدا واقعاً نسبت به اون چیزی که من با تمام وجودم خواستم هیچ وقت بی‌تفاوت و جواب منو داد. اینجوری نیست که ما هنوز اینو بهش اشاره بکنیم، تفاوت بی تفاوت نیست، ولی ما هم باید حواسمون خیلی جمع باشه. و خداوند خودشونو در کلام خودش میگه من خداوند شروعهای تازه هستم و هیچ وقت ما رو منع نمی کنه، همیشه برای ما پذیراست، همیشه ما رو پذیراست. دقیقا خدا واقعا بی تفاوت نیست نسبت به درد و رنجهای ما. من یک مثال شخصی بخوام بزنم، در واقع مثال حالا خیلی کوتاه بخوام بگم، شهادت ایمان، شاید اون ملاقات من با عیسی بود که اتفاق افتادش. من فکر کنم 2 سال از ایمانم گذشته بود، اون موقع من راهنمایی بودم و ایماندار بودم، ولی اون ملاقات انجام نشده بود، از اون لمس نبودش هنوز. یادم که یک دوره بودش که من خیلی حس تنهایی میکردم، یعنی اصلا وحشتناک بود، خیلی زیاد اون خلا من کاملا تو خودم احساس میکردم. من دوستای خیلی خوبی داشتم، ولی رابطه اصلا یک دوره از زندگیم اصلا قطع شده بود، اصلا کاملا پاک شده بود. اصلا و دلیلش هم من نمیدونستم به هیچ عنوان، خیلی زیاد بد بود، خیلی دوران وحشتناکی بودش. یادمه که یه شب من تو خونه تنها بودم و تا
طوری بود که من هر شب هر روز که از مدرسه میمدم خونه من گریه میکردم، حتی اینقدر که رو من فشار وارد میکردش. یادم که یه روز بود که من یه شب بود که تو خونه تنها بودم، داشتم سرود پرستشی گوش میکردم. خب من سرود رو خیلی زیاد گوش میکردم اون موقع، ولی اون شب یادم که یکی از سرودهای الین بودش که یکی از این جمله های سرود برای من اصلا باز شد. اصلا من گفتم جلوی چشم این جمله رو فقط میدم که داره به من نزدیک میشه، که اون جمله این بودش که عیسی تو بهترین دوست من هستی. و من واقعا که اون اصلا وقتی که اون خلای من پر شد، من حس کردم که واقعا عیسی کنار من هستش، واقعا دوست منه، واقعا کسی هستش که کنار من و من تنها نمیذاره. و من یادم که بعد از اینکه این اتفاق انجام شد و من اون ملاقات رو داشتم، رابطه های من با دوستم دوباره خوب شد. یعنی اصلا یک چیز کاملا اصلا عجیب، یعنی انگار فقط یه اتفاق بعد میافتاد که من اون ملاقات هم انجام میشدش، چون بعد از اون قضیه رابطه های دوستی من دوباره مثل قبل عالی شده بود. همون چیزی که ستایش گفت، اگه من بخوام در دمش یه چیزی بگم، اینه که اگر ما توی دردامون به یاد بیاریم که خدا ما رو فراموش نکرده، در این دردمندی که داریم دلگرم میشیم. مثلا من خودم یه خاطره که از زمان کوتکی میادم هست اینه که من زمانی که بچه بودم، خب من دو تا برادر دارم که خیلی از من بزرگترن، یعنی یکی 9 سال یکی 11 سال از من بزرگترن. وقتی خب توی جمعای دوستانشون، حالا با دختر خاله هم پسر خاله هم، توی که همه توی یه ردیه سنی بودن، کنار هم قرار میگرفتن، در رو میبستن و من راه نمیدادن اونجا و من هی پشت در میزدم آره و گریه میکردم ولی من راه نمیدادم. ولی بعد از ایمانداریم، وقتی داشتم کتاب مقدس رو میخوندم، رسیدم به آیه‌ای که بارها توی این چند تا قسمت ما بهش اشاره کردیم، مکاشفه 20:3 که میگه که هان من بر در ایستاده و میکوبم. و من یادم اومد که من اونجا من داشتم در میکوبیدم و کسی در روی من باز نمیکرد، ولی اینجا عیسی داره میگه که من دارم در رو برای تو میکوبم، تو در رو باز میکنی که من بیام پیش تو. و این واقعا من از دردایی که اون زمان داشتم آزاد کرد و قوت بخش بی‌نظیر. خب من شما صحبت میکردیم. بله، من چیزی که میخوام بگم در مورد شهادتی که دارم اینه که خب من وقتی وارد اینجا شدم، چون وارد یه خانواده ایماندار شده بودم، جمع ایماندارای زیادی رو دیدم و خب تا قبل از اینکه بیام، چون من تک فرزندم، خب همیشه خانوادم کنارم بودن، یعنی هیچ وقت حس نمیکردم که تنها هستم، یعنی تنهایی رو اصلا تجربه نکرده بودم. ولی وقتی وارد اینجا شدم، حس کردم که در واقع یه خلایی رو تجربه کردم که قبلش اصلا تجربه نکرده بودم. و وقتی وارد اینجا شدم، چون خانواده همسرم با جمع ایماندارای زیادی در ارتباط بودن، سعی میکردم این خلا رو در واقع با ارتباط با اونا پر کنم، مثلا جلسات کلیسایی زیاد برم. حتی در طول مدتی که تو خونه بودم، من تمام مدت شروع میکردم به موعظه گوش کردن. برای که اون تنهایی رو پر کنم. تا اینکه پارسال در واقع دایی من فوت کرد و خب من حس میکردم که این جمع ایماندار با منن همیشه و انتظار دیگه ای ازشون داشتم، ولی اون انتظارم، چون انتظار از طرف خودم بود، اون انتظارم برآورده نشد، اون سطح انتظارم برآورده نشد و حتی حس کردم که یه اتفاقایی افتاده، یه حرفایی دارم میشنوم که اصلا چرا. خب از یه ایماندار حس میکردم بعیده یه همچین حرفی رو زدن، میگم این انتظار من بود.
و خب این باعث شد که من از اونو فاصله بگیرم و این رنجش در من بیشتر شد. اما یه مدت که گذشت دیدم که یعنی خدا همش، حتی کلام دیگه نمیخوندم، هیچ موعظه‌ای گوش نمیکردم، کاملا رابطه خودم با خدا قطع کردم، خودم با کار سرگرم کردم، رفتم سر کار تا حتی دیر وقت کار میکردم که خونه نباشم و اصلا هیچ ارتباطی نداشته باشم. اما یادم میاد که یه همکاری داشتم که سیاه‌پوست بود و به من توی کارم برگشت گفتش که یک روز همینجوری داشتم کار میکردم، اصلا بدون اینکه با اون حرفی بزنم، اومد دستشو گذاشت پشت کمر من و گفت بدون که تو تنها نیستی، هر جا باشی عیسی با تو هستش. این مقدمه شد که من دوباره به هیجان بیام و بیام شرکت کنم توی جلسات عمودداریوش و حالم هر روز بهتر باشه. من دوباره برنگشتم تو اون جمع، ولی خدا رو پیدا کردم، چون نیاز نبود که من اون موقع از سر اجبار، از سر اینکه خودم رو در واقع دورم رو شروع کنم ارتباط می گرفتم، ولی این سری دیگه با قلب مشتاق رفتم. بچه من واقعا از طرف خودم از شماها تشکر می کنم که توی برنامه‌ای که داره ضبط میشه اینقدر زیبا، اینقدر خالصانه، اینقدر صادقانه قسمت‌های خصوصی زندگیتون رو تعریف کردین. چون قرارم نبود این کارو به این صورت انجام بدین، ولی میخوام یه چیزی بگم. دعا میکنم از ته قلبم و شما میخوام با من هم دعا بشید برای هر عزیزی که داره صدا رو میشنوه، تصویر ما رو میبینه، که این دستی که پروانه جان گفت که پشت سر آدم ها قرار میگیره، از طریق های مختلف خدا انجام خواهد داد، در زندگیمون احساس بکنیم که این پیغام رو میده به ما که پشت تو گرمه. آمین. چرا که خدا هست و تو رو تنها نمیذاره. آمین. در دردها و رنج های زندگی ما عیسی مسیح بی تفاوت نیست و نخواهد بود. آمین. او با ماست، کنار ماست و مرهم زخمای ماست. آمین. مرسی بچه‌ها. مرسی.